لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. محور بحث ما پیرامون تفاوت‌های بین اسوه و اسطوره بود و اینکه دشمن بدلسازی می‌کنه برای جداسازی بین امت‌ها رهبران دینی، به جای اینکه مردم به اسوه‌ها نگاه بکنن و از اسوه‌های مذهبی و دینیشون خط بگیرن، دل می‌بندن به اسطوره‌های دروزی. 70 تفاوت هست بین اسوه و اسطوره. در این چند شب چند تا تفاوت‌ها رو عرض کردیم. من جمله عرض کردیم که اسوه ریشه عرشی داره، خدا تعیین می‌کنه، کاری با مردم نداره، ولی اسطوره رو مردم مشخص می‌کنن. پشوانه اسوه ها خداست، پشوانه اسطوره ها مردمن. اسوه معصومه، اسطوره معصوم نیست. اسوه هیچ وقت غبار زمان نمیتونه او رو نو و کهنه کنه، نمیتونه گذشت زمان اونو از اذهان مردم پاک کنه، ولی اسطوره ها بقایشون به چند ساله، چند سباهی که میگذره اسطوره بعدی میاد، اسطوره قبلی کمرنگ میشه. اسطوره ها رو اگر در یک جا جمع بکنی هیچ اختلافی با هم پیدا نمی کنن، هیچ مناظره ای با هم ندارن، هیچ منازعه ای ندارن، دعوا ندارن، همه در یک خطن، همه یک شعار دارن، همه دنبال یک هدفن. ولی اسطوره ها اینجوری نیستن. اون کسی که امروز علم میشه، اون کسی که در قبل علم شده رو رد میکنه، میگه من بهتر از اوم، مدیریت من بهتر از اوست، مدیریت من بهتر از قبله، من کجا او کجا. ولی شما تا حالا دیدید در تاریخ موسی مثلا پشت سر 9 صفحه بگذاره؟ آیا شده ابراهیم خلیل پیغمبر دیگری رو تخته بکنه؟ هیچ وقت همدیگر رو رد نمی کنن. اسوه ها همدیگر رو تحمل می کنن، عشق به هم می ورزن، منتها اسطوره ها نمی تونن همدیگر رو تحمل کنن، چون مبنای در اسوه خداست، مبنای در اسطوره هوای نفسه. هوای نفسم هر جا بیاد خراب میکنه، هیچ بحثی هم درش نیست. یکی از مشکلاتی که در قرن 21 اینه که مردم به خاطر تلبس حق و باطل در تشخیص اسوه و اسطوره اشتباه میکنه. یکی از علائم آخر زمان اینه: معروف میشه منکر، منکر میشه معروف، کار زشت میشه خوب، کار خوب میشه بیکلاسی، میشه امولی، میشه تحجر، میشه بیکلاسی و بیسوادی. الان ببینید علائم آخر زمان اینه: کسی که گناه میکنه به عنوان یک انسان امروزی با کلاس متجدد معرفی میشه، ولی کسی که میخواد اهل دین باشه، متدین باشه، به عنوان یک کسی که قدیمیه
بی سواده، بی ثباته، متحجره، معرفی میشه. در زمانی که حق لباس باطل بهش میپوشونن و در زمانی که باطل رنگاب حق به خودش میگیره، کافیست برای انحراف مردم و مشکلات مردم. اینجا باید چیکار کرد؟ باید صفات اسوه ها رو بیان کرد تا با خط کشی که آیات و روایات به دست ما میده، هر کسی را، هر ایده ای رو، هر مذهبی رو که به ما دادن، نشون ما دادن، ارائه به ما دادن، هر کتابی رو که به ما دادن بخون، با اون خط کش اول اندازه‌گیری بکنیم آیا این کتاب قابل خواندن هست یا نیست. مردمی که چراغ دستشونه هیچ وقت به گمراهی کشیده نمیشن. مردمی که دنبال نور میرن به ناکجا آباد نمیرسن. کسانی که قدم در ظلمت میگذارن تو چاه میفتن، به بیراهه کشیده میشن. معرفت یکی از بهترین چراغ هاست، معیار یکی از زیباترین چراغ هاست، روشنترین و رونقترین سراج هاست. اینکه انسان بداند صفات یک اسوه چیه، اسوه حسنه ای که قرآن میگه چیه. تو این دور زمونه همه میگن من، همه میگن من، همه ادعا میکنن سلمانیم، همه ادعا میکنن ابیذر غفاری هستیم، همه مدعیان مالک اشتر زمانن. ولی وقتی خط کش باشه، سلمان فارسی از سلمان رشدی، خیلی به راحتی میشه تشخیص بده. عرض کردیم اسوه ارائه طریق میکنه و در هدایت مردم بسیار حریصه. اگه یادتون باشه یه منبر مفصل برای این صفت رفتیم. در آیات 56 سوره قصص، 272 سوره بقره، 37 سوره نحل، 43 سوره یونس، آیه 4 سوره ابراهیم، اینقدر پیغمبر حریص بود برای اینکه مردم رو با خدا آشنا بکنه که پروردگار عالم میاد به پیغمبرش میگه چه تو اینقدر خودت اذیت میکنی؟ ایمان نیاوردن مردم گناهی برای تو نداره، چرا خودت به آب و آتیش میزنی؟ شما فقط تبلیغ دین بکن، آدرس بده، آمدن آمدن، نیامدن تو به ثوابت رسیدی. ولی پیغمبر دستبردار نبود، پیغمبر نه شب داشت، نه روز داشت، نه خواب داشت، نه خوراک داشت، دائما دنبال کسی میگشت که او را با خدای خودش آشنا بکنه. خدا کار به جایی میرسه که به پیغمبر میفرماد لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشا. نه اگر لیاقت داشته باشن با سخنان تو هدایت میشه. اسوه خودش رو به زحمت میندازه آشنا کنه مردم با خدا، ولی اسطوره اگر زحمتی هم میکشه برای خودش میکشه، میخواد مرید برای خودش جور کنه، خواد دور خودش رو شلوغ کنه، کاری با خدا نداره. دومین صفتی که چند شب روش بحث کردیم اینه که اسوه ها مریدا و طرفداران خودشون رو تشویق میکنن به اندیشه و تفکر. یکی از چیزایی که پیغمبر عجیب باش مبارزه میکرد این بود که کسی با احساسات بخواد میدون بیاد. احساسات جوان ها و عشق مثل یه خال میمونه. عشق نسبت به همه چیزها، نه فقط به زن و بچه و زندگی ها،
حتی عشق به دین، عشق به نماز شب، عشق به روزه، عشق به جلسات دینی. کلمه یه عشق اولا تو روایات نداری. من عشقنی قتلنی و این حرفا اینا حدیث نیست، این عبارت مال صوفیا و دراویش و خانقاست که ما کاری با اونا نداریم. اونا دیگه مششون بازه و همه میشتسنش. یک روایت من دیدم تو روایات که یکی از امام صادق پرسید آقا عشق چیه؟ حتی امام صادق به خودش اجازه نداده کلمه عشق رو به زبان